به نام خداوند بخشنده مهربان، مرافق ما میان منفعت بزرگ و خطرات تجاوز بر آن. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار همه جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم می فرماید هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، او شما را از زمین پدید آورد و شما را در آن به آباد کردنش گمارد. گواهی می دهم که نیز معبود بر حق جز الله یکتا و بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. یا الله بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او تا به روز جزا درود و سلامتی و برکت نازل فرمان. اما بعد، بی تردید دین اسلام دین ساختار و آبادانی، دین صلاح و اصلاح است و همه رسالت های آسمانی برای دعوت به این موادی عالی آمده است، چنانچه خداوند متعال می فرماید وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسى ببرادرش هارون گفت جانشین من در میان قوم من باش و آنها را اصلاح کن و از راه مفسدان پیروی نکن. همچنان بر زبان حضرت شعیب علیه السلام فرمود إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. من جز إصلاح تا آنجا كي توانائي دارم جز ديگري نمي خواهم، توفيق من جز بفضل الله نيست، برو توكل کردم و بسوي او باز مي گردم. بدون تردید حفاظت از مرافق عامه که دولت آن را تاسیس می کند و توصیه می دهد یکی از نمونه های اصلاحی است که منفعت آن بر همه مجتمع برمی گردد، چون حق انتفاع از آن مخصوص شخصی معین نیست و نه مخصوص یک گروه ویژه است، بلکه آن ملک همه مجتمع می باشد. پس همان طور که همه مردم از مرافق عامه منفعت می گیرند، باید همگی از آن حفاظت نمایند. باید همه ما دست مفسدان را از تخریب و تعطیل آن کوتاه می نماییم. و هر آن کس که به خدمت مرافق عامه قرار دارد، باید عمل خیش را با اخلاص و درست را که عمل خود را به اتقان و درست انجام بدهد. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید خداوند دوست می دارد بنده ای را که عمل خود را به اتقان و درست انجام می دهد. همچنین کسانی که از مرافق عامه سود می برد، باید از طور استخدام نمایند که با آن ضرر وارد نشود و آن را فاسد و اسراف نکنند، چون پیامبر علیه السلام فرموده است در اسلام ضرر و ضرار نیست. با این امر تعاون میان فرزندان مجتمع با خیر و نفع عام متحقق می گردد. خداوند متعال می فرماید و تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان. در راه نیکوکاری و پرهیزگاری با هم دیگر همکاری کنید، هرگز در راه گناه و تجاوز همکاری نکنید. محافظت از مرافق عامه واجب و مسئولیت شرعی و ملی و انسانی است و این مسئولیت تنها در حدود حفاظت از آن توقف نمی کند، بلکه خواهد برای رشد و توسعه آن نیز باید کار و تلاش انجام شود، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده پاداشتی 7 کار برای بنده در حالی که مرده و در قبر گذاشته شده است می رسد. علم و دانش که برای دیگران می آموزد، دریایی که حفر و جاری می کند، جای آبی که حفر می کند، نخلزاری که غرس می کند، مسجدی که بنا می کند، نسخه از قرآن کریم که به میراث می گذارد و با فرزنده به جا می گذارد که بعد از وفاتش به حق او دعای خیر می کند. و مفهوم این سخن پیامبر علیه السلام که فرمود دریایی که حفر و جاری می کند، یعنی آن را توسعه می دهد و به دریا همه جریان های آب قیاس کرده می شود. پس بر ما واجب است تا مجرای های آب را پاک نگه داریم و توسعهش بدهیم، نه این که بر آن تجاوز نموده کوچک و دقیقش کنیم، و همچنین درباره راه عام که باید آن را حفظ کنیم و نباید بر آن تجاوز یا کوچکش نماییم. و بنابراین راه اشیا باطله و کسافت ها را باید از راه
به او طرف بندازیم. و کسی که خودش نمیتوانست مرافقت یا مرا توسعه بدهد باید دیگران را بر انجام آن تشویق نماید. به این فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله عمل نموده باشد، بی تردید دعوت کنید به انجام کار خیر مانند انجام دهنده آن است. و اگر این کار را نیز نتوانست انجام بدهد باید از تخریب و تعطیل آن بپرهیزید، چون خداوند متعال می فرماید ان الله لا يحب المفسدين، بی تردید خداوند متعال فساد پیشگان را دوست نمی دارد. همچنان فرموده ان الله لا يحب الفساد، خداوند فساد را دوست ندارد. همچنین بر همه ما واجب است بر محافظت از آن و کاربرد درست آن کوتاه کنیم. تأکید می کنم که همه مرافق عامه و دارهای عامه مانند نهادها، مدارس، بیمارستان ها، راه ها، وسایل حمل و نقل، همه اینها امانتی است که گذاشته شده به دوش ما که روزی از آن بازپرس می شویم. پس بازی کردن با آن یا تلف کردن آن درست نیست. هر گونه تلف و فساد و سوء استخدامی که باشد باید از او بپرهیزیم. ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار همه جهانی است. درود سلام بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب او باد. بدون تردید حفاظت از مرافق عامه و عدم تجاوز بر آن یکی از راه‌های خیر و پیروزی است. بنابراین پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دور کردن اشیاء ضرر رسان را یکی از شعبه‌های ایمان و نوعی از صفات و یکی از اسباب دخول بهشت قرار داده است، چنانچه می‌فرماید ایمان دارای 70 و چند شعبه است که بهترینی از آن لا اله الا الله و کوچکترین آن دور کردن اذیت از سر راه است. همچنین گفته از مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از زبان و دست او در امان باشد. در حدیث دیگری گفته است مردی را دیدم که در بهشت گذشت میکرد به سبب قطع کردن شاخه درختی که سر را بود و مسلمانان را اذیت میکردن. و در حدیث دیگری گفته است این که شر و بدیت را از مردم دور نمایی صدقه برای خود ادا کردیم. پس چقدر ما نیاز داریم تا از اهمیت مرافق ما آگاه شویم و آن را حفظ نماییم؟ از طریق غرس احساس مسئولیت دینی و ملی ما برای محافظت از وطن و حمایت داریها و توسعه موارد آن، چون خداوند متعال می فرماید فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس هر کس که پرهیزگاری کند و اعمال خود را اصلاح نماید با ترس بر آنهاست و آنان اندوهگین می شوند. خداوند مصر و همه سرزمین های جهان را حفظ کند.